با سلام خدمت همه دوستداران هنر و فرهنگ ایران از سری مجموعه ویدیوهای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی در این ویدیو میخوام دوره این مفرق رو که در واقع یکی از شاهکارهای اصر فلسکاری ایران هست و جهان البته خدمتون معرفی کنم لطفا اگه به این گونه ویدیوها در رابطه با معرفی فرهنگ و هنر ایران علاقه من هستین حتما لایک کنین حتما کانال رو سابسکرایب کنین و به دوستاتون معرفی کنین تا من بتونم در قالب این جدول سامانه سه اصری که شروع کردیم و دوره پارنسنگی نوسنگی مثل خاک رو تاکنون توضیح دادیم در ادامه بتونیم پس از اصر مفرق و آهن و دوره فلز به دوره تاریخی هم وارد بشیم لطفا برای من کامنت بذارید و حتما بگین که به چه دوره تاریخ ایرانی علاقه مند هستیم تا بتونیم ویدیوهای بهتر و مفیدتری براتون تهیه کنیم در دوره پایانی سنگی میدونیم که انسان در قارها زندگی میکردن از طریق شکارگری زندگیشون میگذروندن تو دوره نوسنگی کشاورزی شروع شد آغاز شد و در دوره سنگ و خاک سنگ و مس در واقع آشنا شدن با سنگ سنگ معدن مس و تونستن کم کم یک جانشین بشن عصر فلز دوره در تاریخ پیشرفت بشریه که روند در روند اون انسان ها بیشتر به فلزکاری دست دادن و از شیوه برای گداختن مس و قلب و فرایند آلیاش اون و قالب ریزی برونز بهره بردن این عصر در واقع شامل سه مرحله مس و خاک برونز و آهنه در واقع مرحله مس و خاک یک مرحله میانی بین اصر حجر و اصر فلز هست تحقیقات نشون میده که در دوره مس و خاک مردمان جامعه مراحلی از پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی را تجربه کردن به طوری که توسعه را در تخصصی تر شدن حرفهای تولیدی جامعه به خوبی میتوان دید در که فرایند شروع فعالیت های متنوع تولیدی تخصصی در جوامع مسوخاک، پذیرش نظریات مربوط به تغییرات اجتماعی و اقتصادی شگرف از دوره نوسنگی به مسوخاک رو به دنبال داره اصر برونز بخشی از سامانه سه در زمان پیش از تاریخ جامعه انسانیه مفرق به دلیل استحکام نسبی که در مقابل مس مورد کاربرد قرار گرفت و دوره مس و خاک رو پشت سر قرار گرفته شد آشنایی با فنون استخراج آهن از سنگ آهن اصر آهن رو پس از اون در پی داشت از جمله سکونت برجا های برجامانده از زندگی انسان در دوره مفرق تپه شهر سوخته در جنوب زابل هست که اولین پرچم جهان به نام پرچم شهداد هم در این ق... اینجا پیدا شده پرچم مفرقین هست که در موزه ایران باستان نگهداری میشه و طرحهای بسیار جالبی از نشستن شاه و حیوانات بومی شیر گاو و درختانی که در اون منطقه بودن در اونجا به نمایش در و یک اقاب هم بر سر این پرچم هست که همه نمادین هستند و بسیار جالب توجه همچنین اه، اه، به عنوان اولین انیمیشن نشان داده شده بر روی سفال از این سفال سمت چپ نام میبرن که بازی رو در حال پریدن و از درخت تغذیه کردن نشون میده نمونه های سفال های شهر سوختر در این نمونه میبینین <applause> از جمله دیگر سکونتگاه ها تپه حصار دامقان هست که مجسمه های بسیار زیاد مفرقی به شکل نقوش انسانی در اون یافت شده اما از مهمترین سکونتگاه و... که معروفیت جهانی داره نمونه های مفرخ های لورستان هست که حتما به اونها بیشتر میپردازیم چون علاوه لحاظ اسطوره و نمادین بسیار اهمیت دارن لطفا اگه به این گونه ویدیوها علاقمند هستید و میخواین با هنر و فرهنگ ایرانی بیشتر آشنا بشین حتما کانال رو سابسکرایب کنین به دوستاتون معرفی کنین و برای من کامنت بذارین که من بدونم چگونه و در چه زمینه شما بیشتر علاقمند هستین که ویدیو براتون تهیه کنم همونطور که گفتیم که از مناطق شاخص ایران در زمینه صنعت مفرق ناحیه لورستانه لورستان در مرکز نوار غربی ایران و از مجموعه دره های تنگ و باریک و کوه های مرتفع تشکیل شده شواهد موجود اشاره به فلسکاری لورستان از هزاره چهارم پیش از میلاد یعنی سال پیش داره مجموعه اشیاء فلزی منصوب به لرستان از نیمه قرن گذشته توسط محققین و پژوهشگران مختلف مورد توجه قرار گرفته و زینت بخش اکثر موزه های بزرگ جهانه پژوهشگران هم مفرق کاری لورستان رو نتیجه کارهای ساده می که بیان کننده چندین قرن انقلاب مادی ملتی کشاورز و جنگ جنگجوه. این مفرق ها شامل زین و برگ، اسلحه، اشیاء زینتی مثل گردنبند و آویزهای و گوشواره مختلف اشیاء نظری مثل تلسم های کوچک و البته ظروف مختلف مثل ساغر و ظروف قوری شکل و آبخوریه که همه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتن همونطور که گفتیم اولین انیمیشن دنیا اولین پرچم دنیا از جمله آثاری هستند که در دوره مفرقکاری در ایران پیدا شدن و این دوره بسیار اهمیت داره زیرا در واقع اصر شهرنشینی با این دوره آغاز شده این دوره پس از پایان طوفان ها و بارندگی های سیلاسا این که حدود 500 سال به درازا انجامین تقریبا تمام دستاورت های بشر رو در فرط ایران و سرزمین های مجاور از میان برد آغاز شده اما در واقع به خاطر اینکه مفرق دمای ذوب پایین تری داره در مقایسه با مس استحکام بیشتری هم داره خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته این مطالب رو و عکس ها رو من از کتاب طراح ایرانی چگونه می برای شما برداشت کردم و گلچین کردم لطفا اگه به این گونه ویدیو ها علاقه دارین و میخواین بیشتر با هنر و فرهنگ ایرانی آشنا بشین حتما ویدیو ها رو سابسکرایب کنین تا ما در ادامه بتونیم بیشتر ویدیوهای بیشتر براتون در این زمینه تهیه کنیم. مجددا اولین ویدیو رو از این سری رو خدمتتون ارائه میدم. با سلام خدمت همه علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی. از این ویدیو میخوام شروع کنم و تاریخ هنر ایران رو به تفکیک خدمتتون معرفی کنم. از هنر ایران در دوره پارن سنگی شروع میکنیم که مربوط به 45 تا 50 هزار سال پیش هست از زمانی که های هوشمند شروع کردن به زندگی و در ایران میخوام اینا رو بررسی کنیم. لطفا اگر به این نوع علاقه دارین سابسکرایب کنین تا من بتونم بیشتر در این رابطه براتون تهیه کنم چون که میدونین اهمیت تاریخ هنر ترهای اساسی هنر و فرهنگ سردنگ بسیار مهمه همونطور که در ویدیو قبلی هم اشاره کردم برای تاریخ هنر یک سامانه سه اصری قائل هستم به عنوان پیشا تاریخی، نیا تاریخی و تاریخی که پیشا تاریخی شامل پارنسنگی، نوسنگی و مس و خاک هست و در واقع اصر سنگ رو در بر میگیره، نیا تاریخی اصر فلز هست و آهن و مفرق رو در بر میگیره و تاریخی هم که دیگه از نوشتن از نوشتن شروع میشه و دوره های تاریخی رو در بر میگیره که در واقع دربارهشون ما نوشته و مکتوب داریم در ویدیو آینده ما به اصر آهن میپردازیم خیلی ممنون از توجهتون حتما برای من کامنت بذارین که به چه نوع و چه از در ایران علاقمند هستین موفق و سربلند باشین